یکی باور مردم هست یکی قضیه اسلام است. اسلام با این مورد کاملا مخالف است رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه هر زمانی که نیاز پیدا کردید هر لحظی که نیاز پیدا کردید اگر روز جمعه بود شب جمعه بود روز بود شب بود محرم بود آشورا بود رمضان بود غیر رمضان بود جز موارد ممنوعه که بازم تاکید میکنم چون این تاکید است روی قضیه ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله از جاي از مکان با همسرانتون نزدیک شوید که الله دستور داده و جز موارد ممنوعه حیض و نفاس و مثلا احرام و روز رمضان دیگه هیچ زمان ممنوع برای قزي زمان نیست این باور مردم است یهود حتی باور یهود بود اونها چنین باور داشتن که اگر در فلان زمان با همسرمان هم بستری بکنیم فرزندمون کور میای و کر میای و کل میای و به استرا فرج میای یا با این باور بودن که حتی اگر کسی از طریق پشت همسرش قرار بگیره همون محل اصلی کارش انجام بده هدف لواتت نه همون جای اصلی که الله دستور داده من حیث امرکم الله از او جایی که پروردگار بری بندگانش اجازه داده محل مشروع قرار داده برایشان یهود بی باور بودن که اگر کسی از طریق پشت همسرش قرار بگیره و این کار انجام بده باز هم به اصطلاح فرزندش کل و کور و شل میه در حالی که قرآن قضیه را کاملا رد کرد گفت هر ترتیبی که با هم تفاهم نظر دارید و دوست دارید کارتان انجام بدید این قضیه بین زن و شوهر است هیچ کسی دیگر هم حق دخالت در این مورد ندارد بنابراین از نظر اسلام عزیز چی در محرم چی در شعبان چی در شب رمضان حتی شب لیله حتی شب عید هیچ ممنوعیتی نیست به همون لحاظ بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیدن که شما اگر در بیرون احساس کردید و تحریک شدید بنابر یک قضیه یک مسئله برگردید به طرف همسرتان و برای زنان هم توصیه کردن که حتی اگر در هر کاری مصروف و مشغول بودید تلاش میکنید که اول خواست همدیگر را برآورده بکنید و خواست همسرتان تن بدهید و برعکس شوهر هم مسئول است که باید به خواست همسرش تن بده مرد نیست که به اصطلاح زن باید بخواست خواست بده زن مسئول است در برابر همسرش اي قضية كواد حقوقها المسدسه ادعو بكم ووفقكم يا بوش